خودتون رو مطرح بفرمایید. بازی هم تا ثانیه های دیگه آغاز میشه. بازی شروع هفته 12 هست و پرسپولیس و داماش به مسافه دیگر میرن با قضاوت بهترین داور کشورمون آقای ترکی. بازی رو تماشا بکنید. محسن ترکی آغاز این مسابقه اعلام میشه. بازیکنان تیم داماش بلافاصله بازی رو به جریان در میارن. هر دو تیم از ترکیب اصلی و بازیکنان مطرح خودشون در این بازی استفاده کردن. من اجازه میخوام که بازیکنان دو تیم رو خدمتتون معرفی کنم. تیم پیروزی با ترکیب علیرضا حقیقی، شیس رضایی، مشتبه شیری، علیرضا نورمحمدی، محمد نصرتی، مازیار زاره، حسین بادامکی، محمد نوری، علی کریمی، غلامرضا رضایی و وحید هاشمیان پای به این رقابت گذاشته. 11 نفری که آقای حمید استیلی اونها رو به شکل ثابت در ترکیب تیمش قرار داده. بازگشت علی کریمی و رهاییش از بند مصدومیت شاید بهترین خبر برای هواداران و علاقمندان این تیم بخواد باشه. در تیم میزبان یعنی داماش گیلان هم میلاد فراهانی درون دروازه قرار گرفته. مهدی مهدوی کیا، جونیور آلوز، علیرضا نظیف‌کار، عباس آقایی، مصطفی حاجتی، رضا مهدوی، میلاد زنیت‌پور، سید رضا چاوشی، ابوذر رحیمی و محمد غلامی 11 بازیکن ثابت تیم داماش هستند که آقای قاسم‌پور از اونها در ترکیب تیمش به شکل ثابت داره استفاده میکنه. به زمین مسابقه میریم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. قضاوت این دیدار هم که خدمتتون عرض کردم بر عهده محسن ترکی است، داور بین المللی فوتبال کشورمون، به کمک های حسن کامرانی فر و بابک داوری. هفته 12 رقابت های لیگ برتر و اولین بازی که در این هفته آغاز شده همین دیدار هستش. در خدمتتون هستیم با ادامه گزارش. عباس آقایی در میانه میدان، نظیف‌کار به دنبال توپ، پرتاب برای یاران پیروزی از اون جناح. با اینکه شاید باران شدید بودیم در ورزشگاه، باز هم علاقمندان و هواداران خونگرم فوتبال به استادیوم سردار جنگل اومدن، در صورتی که چند کیلومتری فاصله تا شهر رشت داره این استادیوم، اما اومدن و تیم خودشون رو دارن تشویق میکنن. یه چیزی در حدود 1000 نفر از هواداران تیم پیروزی هم در ورزشگاه هستن و پشت نیمکت های این تیم به تشویق تیمشون میپردازن. 5-6 هزار نفر هم تماشاگران داماش هستن که رفته رفته بر تعداد اونها هم داره اضافه تر میشه. نیمکت داماش رو دارید ملاحظه میکنید که کادر فنی و بازیکنان ذخیره در اون حضور دارن. محمد غلامی، چاوشی به دنبال توپ، مازیار زاره دفع توپ از بادامکی، نظیف‌کار ضربه سر رو میزنه، مازیار زاره تاثیر میگذاره روی توپ، محمد نصرتی هم که گفته میشد سه اختاره است، بعد مشخص شد که نیست و آسیب دیدگی جزئی داشت، او هم به این بازی رسیده تا همه توانایی هایی که تیم پیروزی داره جمع و جور بشن تا این بازی رو بتونن یکی از بازی خوب خودشون رو به نمایش بذارن. امیدوار هستیم که به هر حال لغزنده بودن زمین تاثیرگذار نباشه در روند بازی و بینندگانی که در مناظر خودشون این بازی رو میبینن بتونن یک فوتبال زیبا و جذاب رو شاهد باشن از دو تیم خوب فوتبال کشورمون. همونطور که آقای سیامک یوسفی عزیز فرمودن، تیم داماش در چند هفته گذشته همراه با ابراهیم قاسم‌پور نتایج خوب و چشمگیری رو کسب کرده. از 4 مسابقه در رقابت‌های لیگ برتر این تیم موفق شده 3 برد و 1 تساوی رو کسب کنه و 10 امتیاز جایگاه خودش رو بهبود ببخشه در جدول رده‌بندی. اما در سمت مقابل حمید استیلی همواره با مشکلات فراوانی دست و پنجه داره نرم میکنه. این مربی خوب و با اخلاق فوتبال کشورمون باید ببینیم آیا در این هفته میتونه تیم خودش رو با پیروزی از بحران خارج کنه یا نه. صحنه سر ملاحظه کردید خطایی که اعلام شد بر روی ابوذر رحیمی. از نهای دیگر ارسال برای چاوشی، نصرتی مقابل اوست، یه ارسال و حقیقی توپ رو در اختیار میگیره. علیرضا حقیقی سنگربان جوان و با آتیه فوتبال کشورمون هست، در تیم ملی فوتبال کشورمون هم حضور داره، چند قدم جلوتر میاد و توپ رو به جریان در میاره. وحید هاشمیان یه تأثیر اونجا میگذاره. میلاد فراهانی
دروازه‌بانی که فصل گذشته در پیکان حضور داشت و به تیم داماش ملحق شد، محمد محمدی، چند هفته آسیب دیدگی داشت اما گویا آسیب دیدگیش حل شده و روی نیمکت نشسته، اما به هر حال کادر فنی ترجیح داده از میلاد فراهانی در این بازی استفاده کنه. محمد غلامی، علی کریمی ارسال به این جناب برای غلامرضا رضایی، کنترل خوب است غلامرضا رضایی، میاره به جناح چپ برای مشتبه شیری، ارسال روی تیر دو و فراهانی توپ رو در آغوش میگیره. ارسال بلند او به زمین حریف، چاوشی به دنبال توپ، نصرتی موفق تر، یه پرتاب به دست میاد برای تیم داماش. ابوذر رحیمی با توپ رو پرتاب کنه همونجا با مصطفی حاجتی، باز هم ابوذر رحیمی در بازی که در رقابت‌های جام حذفی تیم داماش مقابل نفت تهران برگزار کرد و بازی 120 دقیقه‌ای شد، در ضربات پنالتی اون بازی رو داماشیا بردن، به هر چهار نفر خط دفاعی خودش آقای قاسمپور استراحت داده بود. مهدوی کیا باید تک توپ رو به بیرون میزنه. مشتبه شیری، ارسال برای وحید هاشمیان، غلامرضا رضایی موفق تر، عباس آقایی که سابقه حضور در تیم پیروزی رو داره، نکته جالب حرکت خوب بازیکنان دو تیم بود از دقایق ابتدایی بازی که تصاویر اون رو ملاحظه کرده، هم مهدوی کیا هم دیگر بازیکنانی که با استیلی همکاری داشتن به سمت او رفتن و خوشبشی کردن قبل از بازی، بازیکنان پیروزی هم این کار رو انجام دادن و به سمت آقای قاسمپور که از مربیگان خوب فوتبال کشورمون هست رفتن و دست گلی رو تقدیم مربیان دو تیم کردن. درگیری بر سر تصاحب توپ، موفق تر سید رضا چاوشی است، یک و دو او با محمد غلامی در اون سمت، خود غلامی صاحب توپ، تو سر توپ میزنه، ارسال و توپی که به مصطفی حاجتی میرسه، حالا پشت محوطه جریمه یاران داماش گیلان صاحب توپ هستن، ببینیم چگونه از این توپ استفاده میکنن. یه ارسال روی تیر دو، محمدرضا مهدوی موفق نمیشه به توپ ضربه بزنه، مازیار زاره موفق تر هست. خطای عباس آقایی اعلام میشه. حسین بادامکی بلا فاصله با مشتبه شیری، ابراهیم شکوری در لیست 18 نفره پیروزی قرار نگرفت، همچنین مهرداد اولادی که حرف و حدیثا در این چند روز گذشته در خصوص او زیاد بود، اما نکته ای رو که برای آقای استیلی شب گذشته در کنفرانس مطبوعاتی هم بهش تاکید کردن، گفتن صرفا برای مسائل فنی از او استفاده نشده که بعید به نظر میرسه همچین چیزی باشه. ابوذر رحیمی ضربه سر رو میزنه، نظیفکار دفع توپ رو انجام میده در میانه میدان، ارسال به اون جناب برای علی کریمی، کاپیتان سرخپوشانه پیروزی، محمدرضا مهدوی در این سمت، مهدی مهدوی کیا خودش حرکت پا به توپ رو انجام میده، یه برخورد، بازی ادامه پیدا میکنه، آقای کامرانی فر پرچم میزنه و خطای بازیکن پرسپولیس رو اعلام میکنه، یه برخورد شدید اونجا اتفاق افتاده، مهدوی کیا احساس ناراحتی میکنه. به نظر میسه مشتبه شیری هم احساس ناراحتی میکنه رو برخوردی که اتفاق افتاد. این هم چهره حمید استیلی سرنوشت ملاحظه میکنه، استارت مهدوی کیایی از مهدوی کیا، یه برخورد بعد اونجا داشت با مشتبه شیری و خطای او هم اعلام شد. امیدوارم اصلا مشکل خاصی ایجاد نشه برای هر دو بازیکن خوب فوتبال کشورمون.
از زمین مسابقه خارج میشه، به روی خط میاد. در این سمت آقای ابراهیم قاسم پور رو ملاحظه میکنید، مربی جنوبی و موفق داماش که متحول کرد تیم داماش رو در زمان حضورش. میلاد زنیت پور یکی از اون ارسالهای مواج خودش رو انجام میده. آلوز همچنان صاحب توپ هست، مدافع پیشتاخته تیم داماش و نمیتونه موفق بشه. توپ رو علی کریمی میگیره، خود علی کریمی. مازیار زاره اونجا یه مثلث رو تشکیل میدند. ابوذر رحیمی ارسال برای محمد رضا مهدوی، کنترل عالی. عباس آقایی ببینید چه کار میکنه، درگیر است اونجا با بازیکنان تیم پیروزی. غلامرضا رضایی، خطای او برای میلاد زنیت پور اعلام میشه. این چهره میلاد زنیت پور، بازیکن ملی پوش تیم داماش که در ضربات ایستگاهی فوق‌العاده کار میکنه برای تیم داماش. در طول جریان بازی هم که از بازیکن خوب داماش بوده در این چند هفته گذشته. آقای کامرانی فر پرچم میزنه، آفساید بازیکن داماش رو اعلام کرده. دوازدهمین دقیقه بازی، داماش گیلان 0 پیروزی تهران 0. عیزا نور محمدی به سمت چپ و مشتاق شیری به مهدوی برخورد میکنه، باز هم در میانه میدان. محمد نوری میبره به جناح راست با علی کریمی. علی کریمی تعادلش از دست میده، اعتقادی به خطا نداشت اونجا آقای محسن ترکی، نزدیک به صحنه حضور داشت و بازی ادامه پیدا میکنه. این هم چهره عباس آقایی است که در لیگ هفتم در همین تیم پیروزی حضور داشت و عنوان قهرمانی با این تیم به دست آورد، که از بازیکنانی بود که همواره اعتقاد داره در اون سال تلاش حمید استیلی باعث موفقیت اون فصل پیروزی است. مازیار زاره در میانه میدان ارتباط رو قطع میکنه. واقعا شاید دست به ریسک بزرگی زدن مربیان این تیم در استفاده از علی کریمی. اینجا کنترل کرد، تعادلش رو از دست داد، اما داور اعتقادی به خطا نداشت، خطا هم به نظر نمیرسید. البته به خاطر اینکه زمین لغزنده است، واقعا علی کریمی هم بازیکن خوبی است و اهمیت داره سلامتی او و حفظ سلامتی او در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی برای فوتبال کشورمون. یک ضربه ایستگاهی برای داماشی‌ها. چهاردهمین دقیقه بازی، داماش 0 پیروزی 0. صحنه واسه رو ملاحظه می‌کنید، خطایی که مازیار زاره برای چاوشی مرتکب شد. ضربه ایستگاهی مناسب، مهدی مهدوی که با میلاد زنیت پور معمولا شوت میزنه از همونجا، مازیار زاره جلو میاد و اجازه کار به اون نمیده. باز هم زنیت پور در حال رفتن. غلامرضا رضایی هر جوری هست خودش رو به توپ میرسونه. خطای محمدرضا مهدوی اعلام میشه. دست بازیکنان داماش رو خون نیاران پیروزی و اجازه ندادن میلاد زنیت پور از ضربه ایستگاهی استفاده کنه. اینم لحظه برخورد مهدوی و غلامرضا رضایی است. مشتاق شیری باید بازی رو به جریان در بیاره. ارسال او با مشایعت مهدوی کیا، یاران داماش صاحب توپ هستند. نظیف کار ارتباط رو قطع کرد. باز هم غلامرضا رضایی ارسال به روی دروازه، یه ضربه سر و گل، و گل برای تیم پیروزی توسط وحید هاشمیان به ثمر میرسه در 15مین دقیقه بازی. پیروزی 1 داماش 0 و خوشحالی هواداران حاضر در ورزشگاه.
سرنوشت سر خواهیم دید. این چهره وحید هاشمیان اولین گل بازی رو در 15 دقیقه به ثمر میرسونه. نگاه کنید، غلامرضا رضایی یک ارسال و در قفلت مدافعان از راه رسید وحید هاشمیان، ضربه سر رو زد. شاید میلاد فراهانی هم نبود از دروازه خارج میشد، در صورتی که مدافع با وحید هاشمیان حضور داشت اونجا. به هر حال بازی 1-0 به نفع تیم پیروزی دنبال خواهد شد. باز هم از نمای دیگر ملاحظه میکنید نفع به ثمر رسوندن گل تیم پیروزی رو. عباس آقایی، مهدی مهدوی کیا یقیناً بر جذابیت های بازی خواهد افزود این گل. تیم داماش در خانه بازی میکنه و یقیناً بازی رو به جلوی رو در ادامه کار خواهیم دید. محمد نوری، خطا برای او به درستی اعلام میشه، خطایی که عباس آقایی انجام داد. این لحظه است که برخورد اتفاق افتاد، بلافاصله بازی به جریان در میاد. مشتبه شیری او پای چپش هست، میده به غلامرضا رضایی، ارسال باز هم به روی دروازه. این بار ابوذر رحیمی اجازه نمیده که ضربه سر رو بزنن یاران پیروزی. ابوذر رحیمی، ارسال بلند، خطای اعلام نشده، بازی ادامه پیدا میکنه. پرتاب برای تیم داماش. چهتر رضایی احساس ناراحتی میکنه. نگاه کنید، این لحظه است که به هر حال میخواست سر به سر رو بر روی محمد قلعه بزنه که تعادلش از دست داد. بازی ادامه پیدا خواهد کرد. پرتاب برای تیم داماش بلافاصله انجام میده. مصطفی حاجتی، عباس آقایی، به نظر میرسید محمد آبشک در میانه میدان برای داماشی ها به زمین مسابقه بره، اما عباس آقایی ترجیح داده شد به محمد آبشک، شاید به خاطر اینکه مقابل تیم پیروزی از انگیزه بیشتری برخوردار هست. باید ببینیم موفق خواهد شد عباس آقایی جواب اعتماد آقای قاسمپور رو بده یا خیر. در میانه میدان یاران پیروزی، چهره محسن ترکی رو ملاحظه میکنید، داور بین‌المللی فوتبال کشورمون. از داوران خوب و آماده این روزهای فوتبال کشورمون هست. در این فصل هم در باشگاه‌های آسیا، هم در AFC کاپ، هم در مقدماتی جام جهانی قضاوت کرده. هفته آینده هم بازی حساس دیگری رو در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی باید قضاوت بکنه. اجازه ببینید چه اتفاقی میفته. یه از تعادلش از دست داد غلامی و اعتقادی به خطا نداشت آقای محسن ترکی. بازی ادامه پیدا می‌کنه. بازی عربستان و عمان رو باید قضاوت کنه آقای محسن ترکی. اون بازی هم بازی بسیار سخت و دشواری است. حمید استیلی از بازیکن تیمش میخواد که جلوتر بیان و به لاک دفاعی فرو نرن. این لحظه ایست که محمد غلامی تعادلش از دست داد، خطایی به نظر نمیرسید. ابوذر رحیمی، مصطفی حاجتی صاحب توپ. آقای قاسمپور مشخصه که از کار بازیکنان تیمش اصلا رضایت نداره. 19 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، تیمش 1-0 عقب افتاده. در بازی مقابل نفت هم 1-0 عقب افتاد تیم داماش، اما گل خورده رو جبران کرد. ضربه محمد غلامی رو دیدیم که شوت میخواست بزنه، در صورتی که دو سه بازیکن اونجا در محوطه جریمه بودن که میتونست به اونها پاس هم بده. نگاه کنید، اینجا شیس رضایی رو از پیش رو بر میداره و ارسال تند و تیزش به بیرون میره. ارسال به میانه میدان، ضربه سر مشتبه شیری،
موفق‌تر بودن یاران پیروزی در میانه میدان، اکثر توپ‌ها رو اونها در اختیار گرفتن و جنگ میانه میدان رو تا این لحظه یاران پیروزی بردند. از هر قبل نگذاریم، بازی واقعا در این زمینی که به هر حال لغزنده هست بسیار سخت و دشواره. شیخ رضایی توپ رو دور میکنه، عباس آقای ارسال عالی او به اون سمت برای ابوذر رحیمی. ببینیم چه کار میکنن. ابوذر رحیمی یک و دو او ناموفق هست با چاوشی و ارتباط قطع میشه. دفع توپ نچندان خوب از علی کریمی، باز هم حاجتی پرتاب برای داماش در اون سمت. بلافاصله مارزا مهدوی میخواست بازی رو به جریان در بیاره، توپ از دست میره. حالا وحید هاشمیان یه برخورد با نظیفکار و خطای علیرضا نظیفکار اعلام میشه. این لحظه است که برخورد ایجاد شد و خطای نظیفکار رو آقای محسن ترکی اعلام کرد. ضربه سر توسط آلوز زده میشه، مهدوی که توپ رو دور میکنه. مارزا مهدوی مشتبه شیری رو میخواد جا بذاره، تکل عالی از مشتبه شیری، پرتاب برای داماش. قاسمپور باز هم صحبت میکنه با مهاجم تیمش، از اونها میخواد که پیشتر برن و در زمین حریف صاحب توپ بشه. همین اتفاق میفته. غلامی شیخ رضایی به زیبایی جا میزنه در محوطه جریمه. غلامی و گل، و گل برای داماش در دقیقه 22. حالا گل خورده رو محمد غلامی جبران میکنه. داماش 1 پیروزی تهران 1. خدمتتون عرض کردم تیم داماش تیمی نیست که به دنبال بازی بسته باشه و میاد که گل خورده رو جبران کنه. حقیقی در درون دروازه به حال دروازه‌اش رو باز شده می‌بینه. این لحظه ایست که پاس توسط مهرزا مهدوی ارسال شد. چه جایمون شیخ رضایی و غلامی با یک ضربه چیپ از اون سر حقیقی دروازه رو باز کرد. یقینا در از نمای پشت دروازه هم خواهیم دید. نگاه کنید اینجا شیخ جامون و محمد غلامی در حرکت تک به تک بهترین کار ممکن رو انجام داد. از این نما یقینا بهتر خواهیم دید که چگونه شیخ جاموند و گل چگونه به ثمر رسید. از اون سر حقیقی دروازه رو باز کرد. داماش 1 پیروزی 1 نشان از یک بازی جذاب و زیبا و نفسگیر داره. از همون سمت از رو تابلوهای تبلیغاتی پرید و خوشحالیش رو با هواداران تقسیم کرد. یه برخورد و خطای مارزا مهدوی اعلام شد. حالا مشتاق شیری صاحب تو مشخصه که تیم پیروزی رو ارسال‌های از جناح چپ غلامرضا رضایی و مشتاق شیری به روی دروازه برای استفاده علی کریمی و وحید هاشمیان برنامه خاصی داره. اکثر توپ‌ها رو میارن به سمت چپ. یه برخورد و خطای محمد غلامی اعلام میشه. این چهره محسن ترکی داور قاطع این دیدار. حمید استیلی نظارگر بازی است. در بازی گذشته که مقابل مثل رفسنجان برگزار کردن، هواداران کمی به ورزشگاه آزادی رفتن و تا اون دقیقه آخر هم تیم پیروزی مورد تشویق قرار گرفت که از مهمترین مشکلات پیروزی اون استرسی است که در نزد بازیکنان این تیم به وجود میاد وقتی شرایط بازی کمی نامساعد میشه. مهدی مهدوی کیا رو سر وحید هاشمیان ضربه سر میزنه. حالا محمد غلامی مازیار زاره ضربه سر رو میزنه. بازی ادامه پیدا میکنه. باز هم مازیار زاره، این دفعه مرزا مهدوی صاحب توپ هست. یه برخورد و یک اخطار به مازیار زاره نشان میده آقای محسن ترکی. دو سه بار برخورد داشت با مرزا مهدوی و یک کارت زرد رو در دقیقه 24 25 به نام او ثبت میکنیم. این لحظه است که
برخورد اتفاق افتاد و آقای محسن ترکی هم همونجا حضور داشت و کارت زرد رو به مازیار زاره نشان داد. نظیف کار ارسال به روی دروازه تیم پیروزی، فرصت مشتبه شیری دفعه توپ و وحید هاشمیان که توپ رو میگیره. خود وحید هاشمیان میچرخه همچنان صاحب توپ هست. غلامرضا رضایی در حال رفتن، آلوز با تکل توپ رو به بیرون میفرسته. غلامرضا رضایی رو در تصویر میبینیم. مشتبه شیری، هاشمیان تأثیر میگذاره اما هیچ کدوم از بازیکنان پیروزی اونجا نبودن که از این توپ استفاده لازم رو ببرند. حاجتی، قطع ارتباط و علی کریمی که به دنبال توپ هست. موفق تر مصطفی حاجتی است. حالا عباس آقایی باسم با ابوذر رحیمی که بیشک یکی از بهترین مدافعین چپ فوتبال کشورمون هست. ابوذر رحیمی، غلامی با سر یه توپ رو میخواد پاس بده به چاوشی اما این اتفاق خوب نمیفته. اونجا حقیقی و نور محمدی هم یه لحظه با هم دیگه برخورد میکنن ناخواسته. نگاه کنید این لحظه ایست که توپ میگیره حقیقی، دقیقا به همون سمتی داشت فرار میکرد که نور محمدی داشت حرکت میکرد. آلوز توپ رو دور میکنه. حسین بادامکی، غلامرضا رضایی، باسم مشتبه شیری، اشتباه او با یک حرکت آکروباتیک میخواست با پشت پا توپ رو برسونه و یک و دو رو پاسخ بده که این اتفاق نیفتاد. مهدی مهدوی کیا، حرف حدیثا در خصوص او زیاد بود که این فصل قرار بود به تیم پیروزی بره و اونطور که بعدا مشخص شد حمید اصلی بر روی او نظر نداشت و بلافاصله آقای امیر آبدینی او رو به تیم داماش آورد. پس از اینکه به هر حال مسئولین پیروزی اعلام کردن که نه او رو می‌خواستند، هم آقای آبدینی اعلام کرد حاضر از همین لحظه رضایت او رو صادر کنه تا او به تیم پیروزی برگرده. اما از اول هم مشخص بود همچین نظری وجود نداره در باشگاه پیروزی. مازیار زاره می‌بره به سمت راست با نصرتی. باز هم مازیار زاره، حسین بادامکی در میانه میدان. رضایی، مازیار زاره، ارسال اشتباه او در جایی که فقط مصطفی حاجتی از داماش اونجا حضور داشت. مازیار زاره معمولا از این نقاط خوب شوت میزنه. ببینیم میتونه این کارو بکنه یا نه. محمد نوری توپ رو از راه میرسه و میگیره. زنیدپور توپ اونها رو از آن خودش میکنه. حالا مهدوی کیا صاحب توپ، باز هم زنیدپور، ارسال برای غلامی. محمد غلامی و چاوشی و مهدوی در استیلازین یک فصل رو با حمید استیلی دو سال پیش گذروندن. حاجتی میبره به جناح چپ برای ابوذر رحیمی. ارسال عالی از او، قطع ارتباط توسط نور محمدی. حالا هافکای داماش در این لحظات دارن بهتر از هافکای پیروزی کار میکنند. یک ارسال برای محمد غلامی، یه فرار دیگه از او از جناح راست. ببینیم چه کار میکنه، میتونه سانت بکنه یا نه. به مهدوی کیا میسپاره که اینجور سانت ها رو بهتر انجام میده. همچنان مهدوی کیا این بار به تو میزنه. یه برخورد به نظر میرسید اما آقای ترکی اعتقادی به خطا نداره و بازی ادامه پیدا میکنه. غلامرضا رضایی صاحب تو، مهدوی کیا لنگان لنگان به بازی ادامه میده. بازیکن بسیار محبوب و خوش اخلاقی است بازیکن پیروزی، هم به خاطر وضعیت او چند لحظه ای توپ رو در میانه میدان نگه میدارن. ببینم آیا او میتونه به بازی ادامه بده یا نه. برمیگرده مهدی مهدوی کیا. حالا غلامرضا رضایی یه ارسال دیگه از او خواهیم دید یا نه. تو سر توپ میزنه همچنان غلامرضا رضایی و موفق تر عباس آقایی است. توپ به کورنر رفته، کورنر برای پیروزی به دست میاد در 30 دقیقه بازی.
توپ رو گرفت عباس آقایی، اما توپش از خط عبور کرد. کاملا لاینسن مشخص هست. بارش باران هم شدت پیدا کرده. ارسال روی تیر دو، شیس رضایی ضربه سرش به بیرون میره. دوان دوان برمیگرده شیس رضایی تا در دیوار دفاعی جا بگیره. از نمای پشت دروازه ارسال که انجام شده، شیس رضایی بلند شد رو سر مصطفی حاجتی، ضربه سرش رو زد اما توپش در چارچوب نبود. نظیف کار. این لحظه ایست که مهدوی که میخواست مشتاق شیری جا بذاره، به نظر رسید کاملا پای راست مشتاق شیری روی پای مهدی مهدوی که موند و این لحظه از چشمان آقای محسن ترکی گویا دور موند. نور محمدی در میانه میدان، حسین بادامکی موفق میچرخه با محمد نوری، خود حسین بادامکی، مشتاق شیری درخواست توپ میکنه، خود مشتاق شیری، حالا محمد نوری در میانه میدان، بازیکن مقابل اون نیست، یا پاس در عمق که آلوز ارتباط رو قطع میکنه، اجازه نمیده توپ به غلامرضا رضایی برسه. ارسال برای محمد غلامی، استارت محمد غلامی، مجید نور محمدی مقابل اوست و خطای محمد غلامی اعلام میشه و این هم هواداران داماش که در شهر باران بر زیر چتر ها کمی دوستانه ملاحظه که دو سه نفر زیر یه چتر با هم دیگه هستن، واقعا باید تبریک گفت این گونه هواداران علاقمند و خونگرم در این هوای سرد و بارانی. این لحظه هم که ملاحظه کرد اتفاق خاصی نیفتاد، آمدن در استادیوم و باور کنید بسیار سخته، چون 3-4 روز بارندگی شدید رو ما در شهر رشت داشتیم و در استان گیلان و در کل لحظه که درب استادیوم باز شده تا الان هم این بارش باران ادامه داره و این علاقمندان همچنان زیر باران دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن. محمد نوری ارسال برای علی کریمی در جایی که او درخواست توپ نکرده بود، کاملا مشخص با دست چپ این فضا رو نشون داد اما محمد نوری پاس در عمق برای او ارسال کرد. میلاد فراهانی ارسال بلند در میانه میدان، ابوذر رحمی ضربه سر اول رو میزنه، نظیف کار با چاوشی، خود سید رضا چاوشی میبره به جناح چپ، ابوذر رحیمی در حال رفتن و یک اخطار نشان داده میشه به محمد نصرتی. بینندگان عزیز و ارجمند اگر به هر حال در پوشش تصویری مشکلاتی رو ملاحظه میکنید، واقعا همکارانم از صبح امروز با تلاش‌های مستمر خودشون تلاش کردن تا بهترین شرایط رو فراهم کنن. بارش شدید باران مشکلات زیادی رو برای واحد سیار و دیگر تجهیزات ما فراهم کرده. امیدوار هستیم به هر حال پخش زنده این دیدار مورد توجهتون قرار بگیره. محمد نصرتی هم یک کارت زرد میگیره. مهدی مهدوی کیا باز هم پشت ضربه ایستگاهی، ببین چگونه ارسال خواهد کرد، روی تیر یک ضربه سر و حقیقی توپ رو میگیره. چاوشی به نظر رسید در میانه راه یه تأثیر روی توپ گذاشت. نگاه کنید مهدوی کیا ارسال کرد، با سرش توپ رو میسابونه اما حقیقی جایگیری خوبش باعث میشه که توپ رو از آن خودش بکنه. واقعا وقتی توپ به زمین میخوره در این زمین لغزنده سرعتش بیشتر میشه و گرفتنش برای دروازه‌بان سخت‌تر خواهد بود. عباس آقایی، حاجتی، ابوذر رحیمی، علی کریمی به پیشواز او میاد، او بلافاصله با چاوشی، باسم ابوذر رحیمی، عقب‌تر مصطفی حاجتی توپ رو لو میده، محمد نصرتی، حالا ارسال، مازیار زاره در میانه راه، از همونجا یه ضربه توسط مصطفی حاجتی زده میشه که راه به جایی نمیبره. چاوشی صحبت میکنه در اونجا با مصطفی حاجتی و درخواست توپ میکنه.
غلامرضا رضایی تو بهش نرسید، مهدوی که ارتباط رو قطع کرد. مهرزا مهدوی یه لحظه تو بادامکی به خود مشتاق شیری برخورد کرد. آلوز ضربه سر رو میزنه، مدافع برزیلی تیم داماش که سابقه حضور در آلمان رو هم داره و از نظر کلامی با مهدوی که کاملا هماهنگ هست. مهدی مهدوی کیا، بازیکن تمام نشدنی فوتبال کشورمون که واقعا در این چند هفته فوق‌العاده کار کرده برای تیم داماش و جدا از مسائل فنی، مسائل اخلاقی او میتونه درسی باشه برای بازیکنان جوان‌تر. یک حرکت عالی از یاران پیروزی، نصرتی در ادامه راه که از دروازه بیرون میاد، میلاد فرهانی توپ رو میگیره. شدت باران افزایش پیدا کرده و واقعا دیگه شرط بسیار داره سخت میشه در ورزشگاه سردار جنگل. خوشبختانه حالا زمین مسابقه آب نگرفته اما خب لغزنده هست. مصطفی حاجتی یه دریبل دو طرفه میزنه مازیار زاره رو، هر جوری از توپو به ابوذر رحیمی میرسونن در اون جناح. حالا میلاد زنیدپور رفته در اون سمت، ارسال میلاد زنیدپور به روی دروازه، مشتاق شیری ارتباط رو قطع میکنه. وحید هاشمیان درخواست توپ میکنه، کنترل رو خوب نیست، توپ از دست رفت. باز هم هاشمیان تأثیر گذاره. پروژکتورهای ورزشگاه سردار جنگل هم روشن شده در این دقایق. نگاه میکنید بارش شدید باران رو و حضور علاقمندان به فوتبال شهر رشت رو که آمدن تیم خودشون رو از نزدیک دارن تشویق میکنن. از نوای زیباتر اینجا کاملا شدت مشخصه که چند برابر شده. سی و هشتمین دقیقه بازی، داماش یک پیروزی یک. گل تیم پیروزی رو وحید هاشمیان به ثمر رسونده و در این سمت برای داماشی ها محمد غلامی گلزنی کرد و موفق شده دومین گل این فصلش رو برای داماش به ثمر برسونه. جالب از دروازه گذشته محمد غلامی همواره تلاش میکرد و جنگنده بود اما معمولا مهاجمان بغل دستیش بهره میبردن از تلاش و جنگندگی او. قبل این بازی هم اعلام کرده بود که میخواد با عملکرد خوبش در این بازی به کادر فنی ثابت بکنه که دعوت نشدنش در این چند اردو دور از انصاف بوده. علی کریمی مصطفی حاجتی ارسال دیگه، باز هم برای محمد غلامی. شهسر رضایی رو باز هم پیش رو داره، ببینیم باز هم میتونه اون رو دیر بزنه یا نه. این بار موفق تر شهسر رضایی که هر جوری شده با جنگندگی های معروف خودش توپ رو از آن خودش کرد. زنیدپور محمد غلامی چاوشی در اون محوطه جریمه درخواست توپ میکنه، او عقبتر با میلاد زنیدپور. موفق تر یاران پیروزی محمد نوری دفع توپ در میانه میدان به یاران داماش میرسه. حالا مهرزا مهدوی پشت محوطه جریمه میرفت که صاحب توپ بشه. کم کم زمین داره در اون سمت گلولای تبدیل میشه. حالا فرصت باز در صورتی که موقعیت بسیار عالی داشت محمد غلامی اما به خاطر آسیب دیدگی یار پیروزی توپ رو به بیرون میزنه. حرکت بسیار خوب جمع مردانه محمد غلامی که یاران پیروزی میرن از او تشکر هم میکنند. نگاه کنید اینجا یه تک زد محمد نوری و یه برخورد داشت با مهدوی، توپ محمد غلامی رسید در سایه شرط خوبی داشت اما به خاطر آسیب دیدگی بازیکن پیروزی توپ رو به بیرون زد. نگاه کنید اینجا توپ رسید به غلامی، میخواست بیاد که حرکت کنه اما با یه حرکت جوانمردانه توپ رو به بیرون میزنه تا آسیب دیدگی محمد نوری رسیدگی بشه. آقای قاسم پور رو میبینید که با اون کلاه و کاپشنش زیر این بارون یه سر وایساده و دیگه همون لباسش هم خیس شده.
در همین چند هفته گذشته مهدی مهدوی که با دیگر بازیکنان داماش سری به چند تا از مؤسسات خیریه شهر رشت دادن که کار بسیار ارزشمندی رو انجام میده این بازیکن خوب فوتبال کشورمون. بازی ادامه پیدا میکنه، بازیکن داماش ارسال ناموفق، موفق تر یاران پیروزی توپ رو از دست میده، حسین بادامکی باز هم توپ بهش رسید اما باز هم حالا یاران داماش هستن این صاحب توپ هم. مهدوی با چاوشی باز هم آرزا مهدوی یه پاس پشت پا برای عوضن رحیمی ارسال، ببینیم عباس آقای چی کار میکنه، عباس آقای توپش به بیرون میره. حمید استیلی هم میره یه پالتو میپوشه و میاد کنار خط میسته. نه عباس آقایی که شوتش با فاصله به بیرون رفت. کاملا بازیکن دو تیم لباس هاشون خیس شده، یقینا در بین دو نیمه با لباس های خودشون رو تعویض کنن. آلوز با میلاد فراهانی ارسال بلند او در میانه میدان، موفق تر شیس رضایی. حاجتی میبره به جناح چپ، عوضر رحیمی ارسال، محمد نصرتی موفق تره یه پاس رو به عقب خطرناک، میلاد فراهانی توپ رو دور میکنه. باسم عباس آقایی، این بار مازیار زاره، مهدوی کیا ارسال برای محمد غلامی، خطا از مجید نور محمدی اعلام میشه. عرضا نور محمدی بود که این خطا رو انجام داد. باز هم مهدوی کیا و میلاد زنیتپور پشت توپ ایستادند. خود میلاد زنیتپور ارسال برای دروازه یه تأثیر اونجا گذاشت محمد غلامی، همچنان فرصت هست، دفع توپ هست مشتبه شیری. عباس آقایی وعید آشمیان رو که شروع داره، وعید آشمیان همچنان صاحب توپ نگه میداد تا دیگر بازیکنان پیروزی برسند. پاس نه چندان خوب از حسین بادامکی. زنیتپور ارسال برای محمدرضا مهدوی، ببینیم به توپ میرسه یا نه، توپ از خط عبور کرد. گفته میشه که آقای علی پروین با کریم باقری و امیررضا عابدزاده صحبت کرده تا این دو مربی خوب فوتبالمون به کادر پیروزی اضافه بشن. ببینید در این چند روز آینده اتفاق خواهد افتاد یا نه. فعلا آقای محسن آشوری برای یکی از کمک ایرانی آقای حمید استیلیس در ابتدای فصل هم که قرار بود بهنام ابوالقاسم پور به آقای استیلی کمک کنه و به خاطر حضورش در دانشگاه بورجرد و درشته کارشناسی ارشد که اونجا تحصیل میکرد نتونست به کاد اضافه بشه تا محسن آشوری حضور داشته باشه. حالا باید ببینیم در این چند روز آینده آیا کریم باقری و عابدزاده کمک خواهند کرد به حمید استیلی یا خیر. اشتباه مهدوی، مشتبه شیری صاحب توپ، ببینیم چند دقیقه وقتی تلف شده اعلام خواهد شد. حرکت محمد غلامی، چاوشی درخواست توپ میکنه، خود محمد غلامی صاحب توپ، یه پاس مازیار زاره باید تک، عوضر رحیمی ضربه سر مشتبه شیری توپ رو دور میکنه. مهدوی توپ رو به غلام رضا رضایی میکوبه، یه پرتاب میگیره،
ما منتظر هستیم ببینیم داور چهارم چند دقیقه وقت تلف شده رو اعلام خواهد کرد. آقای سید حسین زرگر داور چهارم این دیدار. مهدوی، عباس آقایی، واسم برای محمد رضا مهدوی، آفساید او اعلام میشه. 2 دقیقه وقت تلف شده اعلام خواهد شد. حدود 30 ثانیه از اون رو پشت سر گذاشتیم. چهره محمد رضا مهدوی رو دیدید، کاپیتان با اخلاق تیم داماشت، با شرایطی که برای مهدی مهدوی یا حضور پیدا کرد از اون ابتدا گفتش که بازوبند کاپیتانی رو بر بازو نخواهد بست و واقعا هم سر حرف خودش ایستاد و بازوبند و محمد رضا مهدوی کاپیتان سال گذشته داماشت بر بازو بسته. علی کریمی، کنترل خوب او، توپ رو از دست میده علی کریمی، یه خطا اگه اخراج نکنه آقای محسن ترکی او رو، شانس میارن که حالا یه کارت زرد فقط محسن ترکی به اون نشون میده. داشت میرفت که مثل اون خطایی که چند بازی قبل انجام داد و اخراج شد، در این بازی هم از در مصاب اخراج بشه. نگاه کنید از پشت چاوشی رو میزنه و یک کارت زرد هم به نام علی کریمی سبز میکنیم. اگر اخراج میشد واقعا کار حمید استیلی سخت میشد در نیمه دوم. نظیف کار پشت توپ ایستاده، منتظر هستیم تا این توپ ارسال بشه. ارسال به روی دروازه، وقت تلف شده هم به اتمام رسیده. و اینجا با سوت محسن ترکی پایان نیمه اول با نتیجه 1-1 مساوی اعلام میشه. استراحت کوتاهی خواهیم کرد، با آغاز نیمه دوم در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. همکاران خوبم از پخش شبکه 3 در خدمتتون خواهم بود. همکاران خوبم جناب سیامک یوسفی در خدمت شما هستم.